عاشق ببینید تو بحث عشق مجازی معنوی عشق مختلف هر کسی، یه کسی قناری بازه، یه کسی کبوتر بازه، یه کسی به باغ و حیوانات توجه داره، یه کسی به ورزش توجه داره، به هنر توجه داره. من افتخارم اینه که فوتبال و بچگی دوست داشتم، بچگی پرسپولیسی بودم، زمانی هم که وارد عرصه فوتبال شدم که مفصل استش، سعی کردم برای تیم محبوبم هر کاری میتونم بکنم. تو افشین پیروانی حرف خوبی میزد، پیرو همین بخش از صحبت رو بخش من تو صحبت کنم جمع کنم، چون شما شدیدن این روزا شلوغ هستین. افشین پیروانی میگفتش که آدمی که میخواد بیاد پرسپولیس و حالا توی مزایده شرکت کنه، بخره و کار کنه توی پرسپولیس، قطعا باید یه آدم عاشق باشه نه آدم کاسب. خیلی جملهش جالب بود. همینطوره، به نظر شما غیر از این میتونه باشه که آدم بیاد هزینه کنه؟ پولی که از رو قلب بلند میشه و هزینه میکنی، این از رو قلب بلند میشه خیلی خوب بود. پول اینجوریه دیگه، پول همه دنبال دنیا هن. خیلی ها دارن تلاش میکنن برای امرار معاش با پول پیدا میکنن. شما واقعا اینجوری هستی؟ این پولی یعنی که رو قلب بلند میشه، هزینه میشه، اگر عشق و علاقه نباشه، تازه فحشت هم میدن، ناسزا میگن، گاهی ببخشید تهمت میزنن، اصلا خیلی حواشی داره. مگر آدم غیر از عشق و عاشقی و علاقه به تیم محبوبش مگه ممکن آدم واسه هزینه بکنه؟ سوال پرسم ناراحت نمیشین؟ راحت بشین واقعا، چون حتما خودتون شنیدین یه سری از شایعات دیگه. حتی تو اون برهه‌ای که شما اومدین داشتین به پرسپولیس کمک میکردین، یه سری شایعه درست شد که آقا حسین هدایتی به فلانجا بدهکاره، به این و بدهکاره، به اون و بدهکاره. یه مصاحبه هم گذاشتین، یه چند تا جمله خیلی خوبم گفتین دیگه. حالا ما چون نداشتیم اونا رو گفتیم جلو دوربینم. ببینید ده ها بار من اینو گفتم، مگر میشه آدمی که 36 سال فعالیت اقتصادی میکنه از کوچیک پله اول تا به امروزش که به لطف خدا 14 استان فعالیت تولیدی داره، تجاری داره، مگه میشه با بانک ها فعالیت نکنه؟ میشه؟ نه. مراودات تجاری و اقتصادی اقتضا میکنه که شما از بانک ها تسهیلات بگیری، بده بستون کنی برای وارداتت. اما مهم اینه که آیا این وامی که میگیری وثیقه ملکی میدی یا چک و سفته و رانتخالی میگیری؟ دوم اینکه این وامه رو تسویه میکنی، پرداخت میکنی، در گردشه برای تولید و کاری که گرفتی مصرف میکنی یا خیر؟ ضمن این که شما ببینید یه کارخونه‌ای به طور مثال که مثلا من دارم، نسبت داراییش و نسبت اموال و املاکش با نسبت تسهیلاتش اصلا خیلی متفاوته. قانون تجارت در ایران میگه 10% سرمایه گذار بده 90% تسهیلات بگیره، ولی خیلی جاها کارخونجات من 90% 80%ش از خودم و 20%ش تسهیلاته. مهم اینه که خلاصه این تسهیلات رو چگونه گرفتی و حجم بدهی ما، بدهی های جاری ما و یا حتی معوقات بانکی که گاهن به ما به خاطر این اسمی که آوازه از فواید همین فوتبال شد، میگفتن آقا 2-3 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد بدهی داره. خب این بانک مرکزیه، میشه استعلام گرفت، قوانین جاری کشور مراجع قدرتمند نظارتی ما حاضر و ناظر هستن که آقا این مجموعه اقتصادی فعالیتش چیه، داراییش چیه، بدهیش چیه. اگر بدهی موفقم داشته باشه یه آقایشو میگیرم پدر صاحب بچه‌رم در میارم. پرچم‌های منقش به نام زیبای محمد و حالا این ضربه ضرب و توی دروازه، گل برای پرسپولیس. ضربه سر رو طارمی میزنه. گابریل، یه بازیکن روی زمین افتاد. بازی ادامه داره. موقعیت در بازیکن پرسپولیس، طارمی میکاره. فرصت و توی دروازه. گل دوم رو نوروزی میزنه. نوری، تکروی نوری و بله پنالتی. محمد نوری دورخیز میکنه، نوری توی دروازه، 3-0 برای پرسپولیس. ما دنبال این نیستیم که میلیون ها نفر پرسپولیسی به ما کمک کنن از این جهت که تشویق کنن. اگر همین هوادارا فقط کافیه ما رو دعا کنن، حمایت کنن، انرژی مثبتی که از اونها به ما صادر میشه، مطمئن باشید ما هم تشویق میشیم، ما هم با حمایتشون موفقیت بیشتری برای خودمون و مجموعه اقتصادیمون و ورزشیمون ایجاد میکنیم. برنامه خاصی برای پرسپولیس دارین؟ مطمئنن برنامه داریم. اگر پیروز شدیم در مزایده روز چهارشنبه 2 بعد از ظهر که پاکت ها رو با حضور نمایندگان شرکت کنندگان باز میکنن، مطمئنن بلا فاصله بعد از باز شدن پاکت ها چنانچه ما موفق بودیم برنامه هامون رو ارائه میکنیم، تدارک هایی دیده شده،
از همون روزها شروع میکنیم و با مردم حرف میزنیم. که اینستاگرام شما یه دونه بیشتر نداریم درسته؟ یک صفحه حسین هدایتی دولابی با حفظ محل. بله من افتخار میکنم یکی از شهر و دیارهایی که هر کسی بهش مینازه. بله منم به بچه محله خودم در تهران مینازم که بچه دولاب هستم. ما اگر توفیقی پیدا کنیم موفق شیم خرید کنیم، ما مجمع مثلا این باشگاه خواهیم بود. یعنی هیئت مدیره ای رو بلافاصله معرفی میکنیم، اون هیئت مدیره مدیر عامل انتخاب میکنه، مدیر عامل هم بر اساس مقررات و بودجه ای که ارائه میکنه و تامین منابع میشه میره بازیکن و کادر فنیشو میگیره. من اجازه دارم اینو الان باور نکنم دیگه؟ چرا باور نکنی؟ نمیتونم باور کنم. خول نکنید، صبر کنیم ببینید. آخه میدونی این خیلی عجیب غریبه که مثلا حسین هدایتی با یه بکراند کاری که داشته تو استینازین توی لیگ برتر بیاد پولشو بده باشگاه رو بخره همه کارا رو بکنه و بگه آقا مثلا شما بشینین ببینین چیکار می‌خوام. یه خورده حوصله کنید می‌بینید که کار کار حرفه‌ایه. چرا اصلا شما استفاده نکنید از اون تجربه؟ چه ایرادی؟ حتما استفاده می‌کنیم. اون هیئت مدیره محترم حتما با ما مشورت می‌گیره، بالاخره دوستان ما هستن، جلساتی با هم خواهیم داشت، حتما نقطه نظرات منو توجه می‌کنن و من هم نقطه نظرات مردم رو دارم می‌بینم. من کامنت ها رو شبیه 2-3 هزار کامنت دارم تو صفحه اینستاگرامم دارم میخونم و خیلی هاشم میبینید دارم پاسخ میدم. گاهی تا 1 و 2 صبح من نشستم دارم پاسخ هوادارا رو میدم. فارغ از رنگ ها و دوستی ها و چیزهایی که بین ما وجود داره، واقعا برای فوتبال ما، برای مملکت ما خیلی مهمه. آیا شمی این نکته خیلی مهمه بود؟ ببینید رنگ ها استقلالی ها، دوستان عزیز من میدونن که من به مرحوم حجازی، به مرحوم غلام حسین مظلومی، خود شما شاهد بودید در یه مراسمی و خانواده اونها میتونن شهادت بدن، من همیشه کنار دوستان استقلالی من بوده و از نظر معنوی هر کاری میتونستم دوستی دارم، حالا رقابت و کری خونی هم جای خود رفاقتون. این خیلی خوبه و همیشه من استقلالی ها با شما خوب بودم. همه به من مجموعه دوستان استقلالی هم لطف دارن. تا الان این طور فکر توی ذهنتون نیومده که مثلا برین آقای بخشی از سهام استقلال بخرید؟ حتما این کارو نخواهم کرد. میگفتن حسین هدایتی اگه پرسپولیس رو بخره سهامش رو و موفق بشه توی مزایده، قراره که به بخش های کوچکتر این سهام تقسیم بشه و به مردم و هوادارا که حالا صاحبان اصلی پرسپولیسن برسه. حتما این کار، حتما این اتفاق. ببین قانون پیش بینی کرده، اصلا هیچ وقت مطرح نشد، من در حد شنیده ها. قانون پیش بینی کرده اولا تا 3 ماه پیشکسوتان عزیز تا 20% این رو میتونن بیان بخرن. یعنی اگر فرض کنید بنده تو این بخش هم موفق نشم یه شخص دیگه بیاد بخره، تا 20% این رو شرکت پیشکسوتا ورود میکنه برای خرید که من در اون 20% میام ورود میکنم، در صورتی که پیشکسوتا عزیز صلاح دونه سر. یعنی خودش از هر بر این دست شما رو میدونن یه بر دیگه میتونه پیش بینی شده. شرکت پیشکسوتا 70%ش متعلق به استیلازین ایرانیانه، یعنی اگر شخص دیگه، گروه دیگه هم پیروز بشه 20%ش به هر حال مجموعه پیشکسوتا تون استیلازیم ورود میکنه. اگر خود ما پیروز شدیم دیگه نیازی نیست ما اون شرکت 20% شو بگیره. ما به پیشکسوتان عزیز و هوادارای عزیز که سرمایه اصلی این باشگاه هستن یقینا بخشی از این سهام رو ما به اونها واگذار میکنیم و وقتی برنامه هامون هم برای اونها تشریف بکنیم همه با افتخار برای حمایت از باشگاه محبوبشون میان سهم رو خریداری میکنن که خودشون رو با افتخار مثل من بگن سهامدار باشگاه بزرگ پرسپولیس هستیم. سمت چپ آلیشا، سانت بلند و روی دروازه، یه ضربه یه سر و حالا گل محمد نوری استقلال رو مساوی میکنه، پیرنش هم در میاره، بازوبندش هم در میاره. ما دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیریم و اینکه از سپهر عزیز خواهش میکنم که زوم کنن روی شما، دوربین رو شما بدن به عنوان حرف پایانی. اگر صحبتی، کلامی با مردم دارین، با هوادارهای پرسپولیس دارین، دیگه هر چی دلتون میخواد بگین دیگه، بگین به منم نگاه نکنین. حالا ما حرف که متشکرم، ما حرف که زیاد داریم با مردم و به ویژه هواداران پرسپولیس، اما من یه خواهشی از مردم و مسئولین کشور عزیزم ایران دارم که هنرمندای ما، اسطوره‌های ورزشی ما، علمی ما، حتی مذهبی ما تو این کشور باید قدردانی بشه ازشون. حالا این همه فوتبال ما نسبت به حوزه خلیج فارس پیشرفته تر،
اما متاسفانه تا زمانی که این توپه تو گل میره طرف اسطوره میدونیم، همچین که رو به افت و افول و شکست میره فراموشش میکنیم. ما سعی کنیم با واقعیت ها جلو بریم. فوتبال گاهی پستی و بلندی داره، نتیجه بگیر و نگیر داره، باید تلاش کرد موفق بود. اگر خدا لطف کرد و من پیروز شدم تو مزایده و در خدمتتون بودم، این کار کاری یک نفر نیست، کار گروهیه. میلیون ها نفر با دعا، حمایت، تشویق این بازیکنها، اون تیم میتونن پشتیبان خوبی برای این تیم باشن و به زودی شاهد این باشیم که پرسپولیس در اوج و قله برترین های آسیا و قهرمانی در آسیا رو ببینه و هممون از پیروزی های این چنینی شاد و مسرور باشیم.